بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم تلویزیون نور، السلام علیکم و رحمت الله. باز هم با شما هستیم با ارائه یکی دیگری از سلسله برنامه‌های امت. موضوع بحث ما پیرامون رسالت علما در قبال امت هست که در این برنامه محترم الحاج میرفاروق حسینی سخنگوی نهادهای دینی ولایت هرات. اما در نخست گزارش داریم پیرامون همین موضوع، همراهمون کنید. علما و دانشمندان وارثان بر حق پیامبران الهی هستند و رسالت ارشاد و هدایت مردم و جامعه و احیای مجدد جامعه را به دوش دارند. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوران حیات و نبوتش دین خدا را به مردم رسانید و بعد از رحلت آن حضرت صلی الله علیه و سلم هدایت مردم به سوی دین و قرآن به دوش علمای دین است. علما باید دستورات دین مقدس اسلام و ارزش‌های دینی را برای مردم بیان و بازگو کنند، چرا که نقش علما در دفاع از ارزش‌های دینی خیلی مهم و ارزنده است. و در یک جمله می توانیم بگوییم که علما هم مبلغین دین هستند و هم در دفاع از ارزش‌های دینی و سمت و سو دادن مردم و جامعه به شاهراه راست و درست نقش اساسی را دارا می باشند. ارزش‌های اسلامی در جامعه انسانی هر کدام جایگاه به خصوص خود را دارد. واضح است که بعضی از ارزش‌ها در اولویت قرار دارند که باید از آن ارزش‌ها دفاع صورت گیرد. می توانیم بگوییم که دفاع از عقاید و اندیشه اسلامی، قرآن کریم، دفاع از جهان اسلام و امت اسلامی و مرزهای جامعه اسلامی و دفاع از مسلمانان مظلوم و ستم کشیده در اولویت قرار دارد، که این هم از جمله وظایف اساسی علمای دینی است تا مردم را بیدار کنند و در دفاع از کیان و ارزشهای اسلامی و انسانی بسیج نمایند. علمای دین طبق فرمان خداوند و پیامبرش وظایف سنگین را در ارتباط به ترویج ارزش‌های دینی دارند، چون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارثینی را به نام علمای دین به جا گذاشته است. طبق حدیث موثق و مشهور از پیامبر صلی الله علیه و سلم، علمای دینی وارثین انبیا هستند. پس روشن است که علما مسئولیت بزرگ را در ارتباط ترویج ارزش‌های دینی در جامعه انسانی دارند. وظیفه ترویج ارزش‌های دینی به دوش پیامبران آسمانی بود. بعد از رحلت آنان همین وظیفه به دوش علمای دینی می باشد. رمز موفقیت علما درباره زنده شدن ارزش‌های دینی در جامعه اسلامی آشنا بودن به دستورات دینی و تبلیغ صادقانه آن برای مسلمانان است و دستورات الهی را برای مردم برسانند. علما گویندگان و مبلغین دینی هستند. علما همانند پیامبر صلی الله علیه و سلم مسئولیت‌های عظیم را در ارتباط با تبلیغ دین بر دوش دارند. وظیفه دارند بدون آنکه چیزی از مردم بخواهند، دستورات دینی را برای مردم برسانند. پیامبر صلوات الله و سلامه علیه در دوران حیاتش هیچ مددی مادی از مردم نمی‌خواست و مردم را به سوی توحید و دین یکتاپرستی دعوت می‌کرد. بنابر این نقش علما جدا از مردم نیست، ولی همه باید قبول داشته باشیم که در طول تاریخ اسلام بزرگترین خدمت به افکار عمومی و اندیشه مردم را برای استقلال مردم و مبارزه با کفر و استبداد علمای دینی ما در طول تاریخ داشتند. ما در این برنامه به نقش علمای دینی در جامعه می پردازیم. جناب حسینی صاحب، بسیار خوش آمدین به استودیوی شبکه نور. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام عرض ادب دارم به شما و همه بینندگان عزیز شبکه. علیکم السلام. چنانچه قبلا گفتیم، صحبتهایی را که با شما در طول برنامه خواهیم داشت پیرامون رسالت علما در قبال امت هست. وقتی که میرویم به قرآن مراجعه میکنیم، قرآن اشاره میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یخشى الله من عباده العلماء. یا حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن العلماء ورثه الانبیاء، یعنی علما وارثین انبیاء هستند. صحبت از اینجا شروع میکنیم که ما به عالم دین، کی را عالم دین میتونیم بگیم یا عالم دین به چی کسی اطلاق میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هم باید من تبریکی بگم به فرا رسیدن ماه ربیع الاول، ماه میلاد منجی عالم بشریت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو به عموم امت مسلمه. سوال بسیار جالبی است.
این مطلب رو من از شما میپرسم، آیا وقتی شما مریض میشید به سمت دکتر میرید، با هر طبیبی که لوحه سر مکتب خدا ویزان کرده باشن بگوین ما جراح هستیم، میتوانیم اعتماد بکنیم و بگن این جراح خوبی هست، مغز رو جراحی میکنه، قلب رو جراحی میکنه، یا ما متخصصین واقعی داریم برای جراحی دردهای بالاخره جلدی یا پوستی یا داخلی؟ بله، طبیب به کس اطلاق میشه یا جراح به کس اطلاق میشه که تا به حال عمل کردش نتیجه داده باشه، چند نفر عملیات کرده و بالاخره بله. نتیجهش مثبت. در بحثی که جناب شما کردید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده علما وارثان من هستند، وارثان پیامبران، پیامبران برای جراحی بزرگترین درد سرطان بیدینی، برای نجات جامعه از این مهزل یا از این ویروس خطرناک و کشنده و رسالت مبعوث شدن از آدم تا خاتم، اهدافشون یک چیز بود، زدودن دردهای درونی و بیرونی، روحی و روانی مردم، و در کارشون هم موفق بودن چون دستور یک رب رو دنبال میکردن، اون چیزی که خالقشان میگفت اونها به همه یک نواخت میرسوندن، فرق بین هیچ کس نمیگذاشتن، کتگوری نداشتن، رسالتشان، هدفشان، وظیفهشان طبابت بود، چی بعضی مریض ها قبول می کردن خودشون با پای خود می رفتن به شفاخونه، چی بعضی که مجبور بودن بارها و بارها طبیب به سمت مریض می رفت، که متاسفانه امروز بعضی از ماها مولانا ما جدا از علمای عزیزی که زحمت کشیدن دستاوردهای داشتن، باید ما به دو کتگوری تقسیم بکنیم، کسانی هستن در شرایط امروزی هم زحمت به اندازه توان خود می کشن، اما کسایی هم هستن که از نام عالم مانند کسی که برای لوحه تقلبی بزنه بگه من جراح هستم، به جایی که جراحی بکنه قصابی میکنه. بله، خب به نام عالم چگونه استفاده میکنن؟ چه قسم مثلا استفاده های سویی که میبینیم در بلاد اسلامی امروز در سراسر دنیا چی میگذره؟ بله، خب اون کسی که به معنای واقعیش وارث پیامبر هست یا وارثی انبیا هستن، ما در آغاز صحبت های ما می سوال را کرده بودیم او کی هست و چی کسی را ما می تونیم که بگویم کی در واقع وارثی پیامبران هست؟ ما باید در امیر میزه گرد شما در حضور بینندگان اعتراف کنیم که از من نمین گرفته و بسیاری از ماها در عالم کلت خود قصور داریم، باید معترف بشیم. بله، اون چیزی که پیامبر برای ما آورده ما درست نتونستیم برسونیم، ما در روز حشر نمیتوانیم با پیشانی گشاده بریم به حضور پیامبر که جان همه ما فدای ناممون، همه ما قصور داریم، همیشه ما به دیگران گفتیم، به خود بر نگشتیم که ما چی کردیم، ما تعمرون ناز بلبر. بله، خب به هر حال جناب حسینی صاحب شما در صحبتهایتان یک اشاره داشتین از آدم تا خاتم، وظیفه همه یکی بوده، همانا دعوت به سوی خداوند و رفع نیازمندی های بشریت. به هر حال میراث بجای مانده از همه پیامبران پس همانا دعوت به سوی خداوند، ان الدین عند الله الاسلام. بسیار خوب، ما مثلا وقتی که اونهایی که مثلا دعوت میکنن به سوی خداوند یا که علما را وارثین انبیا معرفی کردن، پس این وارثین انبیا دارای چی خصوصیاتی هستن؟ یک، به وارث انبیا نباید فرق بین هیچ رنگ و پوست و نژاد و منطقه و محیطی باشه، مریض نباید به همین طوری که پیامبران فرق نکرد به ما هم نباید فرق باشه که تو از فلان منطقه هستی، از فلان جا هستی، از فلان رنگ و فلان پوست هستی، از فلان کشور هستی، نه خیر. کاری که پیامبران کردن این بود فرق بین هیچ بنی بشر نگذاشتن الا به یک چیز، الا به تقوا. رسالت پیامبران این بود، به سرخ و سر زرد و سبز و سیاه و عرب و عجم همه یک نواخت این واکسن دین رو تزریق می کردن و
و فرق بین هیچ کدومشان نمی گذاشتن. اولین گامی که ما باید برداریم و خصوصیاتی داشته باشیم این هست: مانند پیامبر پای خود را در پای پیامبر بگذاریم، به هیچ کس ما تعصب نداشته باشیم الا به اعتقاد عقیده. دو، پیامبر عطوفت داشتن که خداوند در وصف فرموده و ما ارسلنا که الا رحمت للعالمین، ما نباید خشونت داشته باشیم. پیامبر ما دعوت رو و دعا رو سلوه کار خود قرار داشتن که ما امروز دعوت رو محصور کردیم در جاهای خاص، به سمت مریض نمیریم. ما امروز یک مثال به شما میزنم، در یک کشور ما واکسنی بنا واکسین پولیو رایج شده، آیا اون کمپاینگران به سمت بچه ها میرن یا بچه ها رو باید بیاریم به سمت واکسین؟ پس این همون ماموران واکسین هستن که دم خانه به خانه در میزنن تا واکسن رو به خورد اونا بدن، کاری که پیامبران میکردن. متاسفانه ما این رو محصور کردیم. فعلا در شرایط امروزی بسیار به ندرت دیده میشه که ما بخوایم بریم با یک برادری، با یک انسانی که میبینیم مریض است، افتاده است، با دین فاصله گرفته، با دوری بودن از دین باعث مصیبت برای اون شده، ما نتوانستیم بریم رابطه خود رو با او برقرار بکنیم، ما نمی اون رو از اون منجلاب بکشانیم. بسیار خوب. دل سوزی رو که پیامبران داشتن ما نداریم، که انشالله اگر علمای عزیز ما که هم لباسان ما هستن خدا کنه از دست از صحبت های حسینی خفه نشن، ما باید اگر میخواییم روش پیامبر رو دنبال بکنیم، باید ختمش پیامبر رو دنبال بکنیم. بر حال میم بازم سر صحبت های شما، بالاخره کار و فعالیت همین قشر که همانا علما هستن، در واقع وارثین پیامبران هستن، کار و فعالیتشون چگونه تعریف شده و رسالت دینیشان در برابر امت و در برابر بشریت چی هست؟ تنها رسالتی که ما داریم و جامعه رو نداره یک چیز، ما باید امت بشری رو به وحدت کلمه فرا بخوانیم، دوری از تشدد ها و پراکندگی ها. نمیگم این ماه ربیع الاول است، اگر ما برگردیم به زندگی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ببینیم سرمش زندگی را میخوام از یاد بگیریم، خدا در واسه چی فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما نباید کاری رو بکنیم که ما الگویی باشیم به مردم، ما نگوییم ما الگوی شما هستیم، نه خیر، ما الگوی همه ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر چی کرد که توانست با کمترین زمان تمام بلاد شرق و غرب در هم نورده و همه رو به سمت خود جذب کنه؟ خلق خوی نیک پیامبر و صحابه پیامبر باعث می شد تا مردم به سمت دین جذب بشن. بله. خب ما حالا چگونه می تونیم که شما گفتین که بزرگترین رسالت علما همانا دعوت به وحدت است یا ایجاد وحدت در بیان امت مسلم است، چگونه ما می تونیم که به این امر مهم دست پیدا بکنیم و وحدت را به معنای واقعیش در میان امت محقق بسازیم؟ ما باید به این عمل بکنیم. کلام الهی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علیکم ان کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. یک، خدا ترسی رو ملاک کار خود قرار بده. از خود دین نسازیم به جامعه، از خود دین نسازیم، مانند که امروز درس بر جنایت میزنیم برچسب دین میدیم. دین رو باید از قرآن یاد گرفت. پیامبران، صحابه، شخصیت های معروف به این عمل کردن. بله. سرمش زندگی ما این کلام الهی بوده و هست. بله. وقتی با این زیبایی ما میم سر صحبت شما، آیا حسن کسانی وجود دارن در میان مسلمان ها که از خودشان دین ساخته باشن؟ حضرت میخوام شما ببینید به 5 دقیقه تفکر بکنید که اینو در جهان اسلامی چی میگذره، در بین جامعه اسلامی چی میگذره.
یک مقدار خو الحمدلله ما خو نمیتونیم طرف میتونیم بگیم نخور ننوش نبین نشنو بله نمیتونیم بگیم نفهم. امروز یک مقدار بیاییم فکر بکنیم بعضی عمل کرده که از بعضی از بلا نسبت علمای کرام از بعضی از ما مولاناما ها سر میزنه واسه چی مصیبته که در جهان بشریت نشده بله. جهان اسلام خب عامل اصلی همه مشکلاتی که امروز در جهان اسلام هست و مسلمان ها داره در برابرش دست و پنجه نرم میکنن اینا از عملکرد علما هست. بیم یک چیز به خدمتتان بگم، اگر من نوین خود رو در جامع جهان ندارم به نام عالم، چشم و چراغ این مردم علما هست. و پیامبر با چیزی باید فرموده فساد الرعیه به فساد العمرا و فساد العمرا به فساد العلماء. در این حدیث شک داریم؟ نه. میتواریم بگوییم که عیاذم الله این حدیث جعل بوده یا عیاذم الله پیامبر اون لحظه با شوخی حدیث رو تکرار کرده که نمیتوانیم؟ بله. خب منظور پیامبر صلی الله علیه و آله از عمرا چی بوده در این حدیث؟ فساد اجتماعی اخلاقی بیعدالتی هایی که در جامعه میشه بله. او توسط کی مثلا؟ عمرا فساد رعیه به فساد العمرا. هیچ مملکتی و هیچ ملت به فساد کشیده نمیشود تا زمانی که عمرای اونها فاسد نباشه. بله. برحال امروز که ما در جامعه اسلامی در اکثر کشورهای اسلامی ما میبینیم در رأس مردم علما نیستن. حضرت میخوام مگر حکومت ها که در رأسشان علما نیستن مگر مساجد به دست علما نیست؟ امروز اذان توسط کی داده میشه؟ امامت توسط کی؟ پیش نمازی توسط کی داده میشه؟ میشود به واسطه که امروز میبینم نظام زور داره. بله. خب اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله منظورش علما بودن یا حاکمان؟ مثلت میخوام هر دو بخش رو گفته، فساد ری به فساد العمرا و فساد العمرا به فساد العلماء. مثلت میخوام از خودم شروع الی آخر. باید معترف بشیم. ماه ربیع الاول ماه میلاد اون رسول خد مرتبته که جهان بشر رو زیر پوشش خود قرار داده و رحمت عالم ها برای جن و انس بوده و یک چیز آورده، اونم این دین الله الاسلام و بس. برگردیم به خود که ما چی کردیم؟ چرا ما معترف نمیشیم به بعضی کرداری که از ما سر میزنه؟ بسیار خب، همکار ما اشاره وقفه‌ای دارن حسینی صاحب، پس برمیگردیم دوباره. بیننده های عزیز، موضوع بحث ما پیرامون مسئولیت و رسالت دینی علما در قبال امت هست. این بحث همچنان ادامه دارد، اما پیش از آن یک میان برنامه کوتاه. بازم به ادامه برنامه خوش آمدید. جناب حسینی صاحب، میشه یک مروری داشته باشیم بر کارها فعالیت‌های همه مسلمان ها به خصوص علما در دنیای معاصر در همه جهان اسلام؟ کارکردهای مهم و ارزشمندی علمای اسلامی در تاریخ اسلام به خصوص در عصر امروز شامل کدام موارد هستند؟ ما در عصر امروز باید یکی از دستاورد امت مسلمه انقلاب اسلامی افغانستان رو مثال باید زد که به واقعیت همه چی عالم و چی غیر عالم ختمش پیامبر رو دنبال کردن و خداوند ما رو به پیروزی رساند و اولین کشوری بعد از 1400 سال، اولین ملتی به ضعفی افغانستان در قبال تاغوت همچون شوروی به پیروزی رسید. این از برکت خون شهدا و ملت مسلمان و علمایی که در همون زمان در رأس بودند. این تصور بسیار در عصر ما هست. ما علمای هم داریم، خدمات زیاده کردن بر طریق خود به اندازه توان خود، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تفا تلاش خود کردن. اما ببینید خوبی هر قد که زیاد باشد انعکاس اون چنانی نداره، بدی تو جلوه میده. مگر که بعضی موقع به حمله بسان عزیز خود کمکی مقدار تندتر صحبت میکنیم، ما میخواییم همون درصد کمی هم که در بین ما اگر خدای نکرده از نام ما از موقف ما استفاده میکنن، یا اونا رو نصیحت بکنن که دست از عمل کرده خود بردارن، یا به نوع خطشان از خط علما جدا بکنن. بله. ببینید در یک جامعه 100 نفری شما وارد یک مسجد میشید، 1000 نفر در حال نماز خوندن، 5 نفر سرفه میکنه، فکر میکنه تمام اهل مسجد مریضن، شده در نسبت به تغافلی من نوین یا همسال من، عده‌ای از نام ما استفاده سوء کردن، امت مسلمه و امت بشری رو به مصیبت گرفتار کرد. در عصر حاضر رو میگیم، عصر ما قبل خود که ما به یاد نداریم، اگر تاریخ چیزی نمیشه در قسمت زندگی انسانای پاکی که خداوند در وصفشان فرموده محمد رسول الله
والذین معه و اشداء علی الکفار و هم بینه. اون که عصر خود پیامبر بود، کسانی که با پیامبر بودن از ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و علی و سلمان و ابوذر غفاری الاخر، مانند پیامبر الگو برداری از پیامبر میکردن و مانند پیامبر کسانی شدن که خداوند در پسشان فرموده معه و اشداء علی الکفار رو هم بینه، رحمت و شفقت بین خود داشتن. با کفار بسیار برخوردشان تند بود نسبت به که خدا رو قبول نداشتن. اگر خدا رو قبول میکردن باز کاری به کارشون نداشتن با گفتن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. ما در عصر حاضر ما میبینیم قضیه برعکس شده. هرچی مصیبت است در کشور اسلامی است، به نام این و آن، به نام مذهب، به نام نمیفهم نجات، به نام رنگ، به نام پوست، بیش از 40 کشور اسلامی در حال جنگ فعلا در دنیا. بله. خب حسینی صاحب، با این که امروز امت درگیر مشکلات هستن، در شرایط امروزی ای توی یک گروه و یا نهاد منسجم و منظم با یک برنامه ریزی دقیق که به نام علما که اینا کار و فعالیت میکنن، ما در یکی از کشورهای اسلامی داریم یا نه؟ و یک چیز خدمتتان میگم، در طول چند سال که من 13 سال حکومت فعلی افغانستان، با وجودی که تپه‌تلاش های زیادی هم شده که ما بتوانیم یک کتله واحد رو جمع بکنیم که هم نظر باشن درد امت رو درک بکنن، به فکر درد امت باشن برای معالجه درد. اگر تعداد برادرها جمع شدن باز به نوع از طرف دیگری تخریب شده. ما با وجودی که تا قبل از مسئله حرکت اخوان المسلمین، بله خب همینجا چرا تخریب شدین؟ نمیفهمم چرا خواهشات نفسانی ما باعث میشه که ما راه اصلی همه ما. بله، وقتی که ما میخوایم بدین کار بکنیم، ما میخوایم که نیازهای مردم رو به معنای واقعیش برطرف بسازیم، کار به خود ما و به مردم انجام بدیم، پس نیاز به تخریب دیگه. یک چیز براتون میگم، ما هم بشریم. عصا آدم رب و فقوا، پدر ما در پیش لبود، ما هم دوچار اشکال میشیم. ما تابال داریم این کشور فعلی، ما فعلا از افغانستان خود گپ میزنیم. در طول 13 سال بارها جلسات متعدد شورای علما تشکیل داده نمایشی، شورای اخوت بوده نمایشی، شورای فلان بوده نمایشی، شورای فلان بوده نمایشی، چند درصد توانستیم به وحدت و یکپارچگی در این کشور ما دسترسی پیدا کنیم؟ بله، خب یک چیزی را که ما خود ما میبینیم عملا، چیزی که در دیگری از کشورهای اسلامی دیده نمیشود، همان وحدت مذهب هست. چیزی بنای مذهب ما امروز مثلا نمیبینیم که کسی بنای مذهب با کسی که در سیتیز باشه، ولی در اکثر کشورهای اسلامی متاسفانه که جنگ مذهبی جریان دارد. پس اگر قرار بر این باشه که شورای علما یا شورای اخوت و یا نهادهای دیگری در این راستا کار نکردن، پس اینا دستاوردهای کی بوده؟ یک چیز برای تان نگاه، چرا ما از واقعیت باید دور بشیم؟ من همین نوینی که پیش شما ششته است، هزاران درد و علم و رنج ملت افغانستان دست من نوین کشیده. ما آمدیم به واقعیت، ببینید واقعیت، بگید واقعیت بشنوید. بله، ما تا زمانی که در نفسای خود تغییر ایجاد نکنیم، نمیتوانیم الگوی خوبی به جامعه باشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بیان. ما باید تمام مسئله خواسته های نفسانی رو کنار بگذاریم تا بتوانیم به راه اصلی دین صراط المستقیم بتوانیم راه پیدا بکنیم. همانه که پیش شما میکنن علی مسلمان بلید. بر راه اصلی دین روان نیستن. برادر عزیز نور چشم، اگر ما بر راه اصلی دین روان میبودیم، شما می حالا میگویید این یک شعار است، یک برنامه است که میگید بله ما در فلان جا، از کجا خبر که در این کشور ما چی مصیبت های کدامنگیر ما نشده بود و فعلا نمیشه؟ این لطف مرحمت الهی است که در کشور ما هنوز مسائل دامن نزده. چی خبر دارید که در این کشور ما چی میگذره؟ ما ای خدا رو سپاسگزارم از برکت خون شما، این کار کرده من نیست که این کار کرده فلان. در هر کاری که وقتی که ما حرکت میکنیم، تا این که اگر کمک خداوند با انسان نباشه طبیعی است که ما پیش نمیریم، ولی به هر حال ما چیزی که فعلا در کشور خودمان داریم در جای دیگر دیده نمیشه. یک چیز برتان میگم، ما این نیست که بگیم کار نشده، با بعضی از دوستا کار شده، اون کاری که دین از ما میخواد ما نکردیم. مثلا چی کار باید میکردیم؟ ما باید به طور درست و اساسی تا
طوری که پیامبر فرق بین هیچ کس نمیگذاشت ما هم نگذاریم. همی حال خیلی از ما ها و دردای آلوده ایم که هزاران درد مصیبت از آستین ما بیرون میشه. اگر عمل کرد در ما میبود، من متیقین هستم دیگه خونی و ناق در کشور رخته نمیشد. شما میگین جنگ مذهبی در کشور نیست، جنگ برادر با برادر در کشور نیست. در طول 13 سال بالاترین آمار تلفات در جهان اسلام افغانستان داشته یا نداشته؟ بله. توسط چی کشته میشن؟ غیر این است که هر کسی که به توسط بممه کنار سرک و کنار جاده میمانه و تکه پاره میشه، همه میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. با کدام مجوز امت پیامبر رو تکه پاره میکنه؟ آیا پیامبر خونخوار و خوناشام بود؟ پیامبر انتحارگر بود؟ پیامبر انفجارگر بود؟ برمیگردیم به نظام. آیا در حکومت پیامبر چیزی به نام فساد اداری وجود داشت؟ آیا پیامبر دهن وزرایش دهن بوی الکل میداد؟ آیا والیان پیامبر املاک مردم رو غصب میکردن؟ آیا مسئولین نظام پیامبر به فساد اخلاقی گرفتار بودن؟ بله. آیا رسانه‌های معذرت؟ آیا رسانه‌های که امروز در کشور است، آیا این رسانه‌های فعلی میتونه ممثل نظام اسلامی در کشور باشه؟ پس بدونید همین، اگر سکوت من نباشه، اگر سکوتم لباس من نباشه، اگر سکوت او هم لباس نباشه، نمیتونه نظام فعلی هم خلاف ماده دوم قانون اساسی در کشور حرکت بکنه. به هر طریقه کاری هم شده، به نظر من رضایت بخش نیست. اون تلاش خوده از کار خودم راضی نیست. بله. خب به هر حال حسینی شب پس دعوت به دین یا دعوت به اصلاح و فلاح در جامعه اهمیت داره که در اون جامعه یک سلسله فساد باشه. به هر حال وقتی که شما از فساد اداری، از اختلاف امت، از اینا نام بردین، علما تا به حال در پیان به این مسئله چی کار کردن؟ بنامه بازم به هر طریق با وجودی که اگر تندم با دوستاست چه میکنم، الحمدلله دستاوردهای خوبی بوده. من در طول این 7-8 سالی که مسئولیت خطیر جامعه روحانیت تهران به دوش و یه حقیر گذاشتن، پول ارتباطی رو توانستن بین خودشان، بین مدارس علوم دینی، بین کتلای مختلف علما ایجاد بکنی. بودن رابطه خود به خود مشکلات رو رفع میکنه. بله. همه دیده بازدید باعث میشه وقتی من از شما رو بیرم، از خود روی شما روی خود بر نگردنم، شما من رو ببینیم با یک کلمه بزرگترین سنت پیامبر السلام علیکم و رحمت الله گفتن باعث از بین رفتن تمام تنشان خواهد شد. بله. خب بدون شک کار دین بدون انسجام و هماهنگی نمیشه. پس به هر حال انسجام و هماهنگی علما چگونه کارا شروع شده؟ بعضی برنامه روی دست گرفته شده، اما بسنده نیست. در قبال این همه مظالمی که در کشور وجود داره، من میگم من نوین از کار خود راضی نیستم. من میگم در قسمت ملت، در قسمت مردم، در قسمت امت پیامبر، من آدم شرمنده هستم. من از خود شروع میکنم، به دیگران من کار ندارم که برادران چقدر کار کردن. من از عمل کرده خود می نیست یک طلبه راضی نیستم، نتوانستم درست او مسئولیت خوده. خب محاسن و معایب نهادهایی که به نام علما اینا دارن کار میکنن برای امت در این عرصه چی بوده است؟ خوبیایی هم داشتن که باید مدو کاتگوری علما رو تقسیم میکنه. علما بودن دلسوزی داشتن، اما بسیار اندک. کسانی بودن از ما استفاده کردن که امروز دنیا رو به وحشت انداختن، امت رو تیکه پاره میکنن، خون ناحق میریزن، هزار و یک رقم فجایع انسان سر بریده میشه توسط من طلبه. اینا همه درده. در طول زندگی پیامبر یک عمل خشن میتونیم از پیامبر ثبت کنیم؟ میدونیم که در فلانجا پیامبر از خود خشونت به خرج دادن. بزرگترین حادثه زندگی پیامبر جنگ احد بوده. وقتی میرن بعد از ختم کارزار، پیامبر کجا نشسته است؟ در حال دعا کردن که خدایا ایقاب من نمیدونه نره به سوی خود بخون. من امروز یک سوال میکنم از عمل باسان خود. ببینید، شده روزی پشت محراب و منبر داخل وسیلی بخوریم یا کسی بلند بشه به ما پرخاشگری بکنه؟ نشده. کسی همین ملت شریف و پاک افغانستان تا به حال چنین جسارتی رو نکرد. بگیم ما کجای مثلا پیامبر بهتر است که در شهر طایف پای مبارک کفشاش پرخون میشه به واسطه درد امت، به واسطه درد مردم و در بازایشان میره؟ بله. به هر حال مسجد بزرگترین مرکز تمدنی مسلمان ها محسوب میشه، همانطوری که به معنای واقعیش پیامبر صلی الله علیه و سلم از مسجد استفاده کرد. مسجد در واقع مرکز
حکومت یا دارالانشا بود در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش، بیم در عصر امروز علمای من چقدر از این مرکز به معنی واقعیش استفاده کردن؟ شما اگر سمت شفاخونه برید، مریضید، میرید سمت شفروز پنج مرتبه، شما مسئولیت خود انجام میدید. وقتی من به جایی که بتوانم درست از نظر روی شما رو تبابت بکنم، در شبانه رو پنج روز من طبیب هیچ چیز از دارویی که به من رسیده جدید هیچ چیز به شما نگویم، اصلا مورا سکوت به لب بزنم، به هیچ چیز به شما نگویم، چه انتظاری داری که ملت بیچاره شفا پیدا بکن؟ اگر بعضی دوستان ما برنامه تدریسی و تعلیمی و اخلاقی رو در مسجد دارن، از اونا تشکر. اما از اون سنگر باز ما میگوییم با داشتن چین سنگرهای مهمی که پیامبر تمام برنامه های جهاد خود را از مسجد آغاز کردن و همه پلانگذاری های نظام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مسجد بوده، اما ما امروز پلانگذاری رو فراموش کردیم. بله، چه کاری باید بکنیم که دوباره ما پس چگونه مثلا مسجد. پس احیای سنت پیامبر از مسجد، مسجد رو پس مرکز قرار دادن، مردم رو مشان به سمت مسجد، چی مرد و چی زن رو به سمت مسجد جذب کردن، اونا رو روحیه دادن، با تدریس کلام الهی و تفسیر کلام خدا و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم رو دو مرتبه آشنا کردن و به طور کل به این آیه عمل کردن، وقت اسمون به حمد الله از خود خشوع میکنن الاخر. امت مسلمه در این روز مبارک دهه میلاد پیامبر است. این سوال رو از علمای مذهب این دارم، شما نگوید اختلافات به وجود رسیده، مصیبت است. چی در افغانستان باشه، چی در سوریه برادر مسلمان است، چی در سوریه باشه، چی در عراق، هم مسلمان است امت پیامبر. اگر نه این است که پیامبر میفرماید اگر در شرق مسلمان مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته، شما در غرب سکوت کردید، از امت من نیستید. و احبب للناس ما تحب لنفسه تكن مسلما للناس، نگو برای مسلمان. چرا به درد هم دیگر ما و شما نسوزیم و درد هم دیگر رو نباید درک بکنیم؟ بسازد تشکر جناب حاجی صاحب میرفاروق حسینی، سخنگوی نهادهای دینی ولایت هرات، از حضور شما در این برنامه. از شما تشکر و از همه بینندگان عزیزی که تاوال صدای ما رو شد. بیننده های عزیز، از شما همچنان سپاسگزاری میکنیم که تا ایدم با ما بودید. اما یک میان برنامه کوتاه داریم، پس از میان برنامه کوتاه بخش‌های دیگری برنامه امت هم آماده نشر است، با ما باشید. باز هم به ادامه برنامه خوش آمدید. در این قسمت برنامه معرفی زندگی نامی ابن قیم جوزی، البته قسمت دومش آماده نشر است که با هم یک جا می‌بینیم. کارنامه ها و فعالیت های ابن قیم جوزی قسمت دوم، شاگردان ابن قیم. مجلس ابن قیم مملو از شاگردانی بود که هر کدام با شوق وافیر به نیت خدمت به علم در مقابل استادی که مناره از علم بود زانوی تلمذ زده بودند و هر کدام به مانند گلی در بوستان علم و دانش محسوب می شدند. از جمله شاگردان وی می توان از ابن کثیر نام برد که علامه ابن حجر عسقلانی در مورد وی چنین می گوید: ابن کثیر به تحقیق در مورد میتون و رجال حدیث پرداخت. وی دارای حافظه بسیار قوی و چهره بشاش و خوشرو بود. مصنفات وی در زمان حیاتش دست به دست میگشت و بعد از وی مردم از کتابهایش بهره‌مند شدند. وی در سن 74 سالگی بیناییش را از دست داد و در همان سال وفات نمود. دوم، فرزندش عالم نحوی و فقیه بزرگ برهان الدین ابراهیم ابن شمس الدین ابن قیم الجوزیه که در سال 716 هجری قمری متولد شد و در سال 767 هجری قمری وفات نمود. سوم، فرزند شرف الدین و جمال الدین عبدالله ابن شمس الدین محمد ابن قیم الجوزیه که در سال 723 هجری قمری متولد شد و در سال 756 هجری قمری وفات یافت. وی دارای ذکاوت و هوش و حافظه بسیار عجیبی بود. سوره اعراف را در دو روز حفظ نمود و ختم قرآن در نماز را از سن 9 سالگی شروع کرد و همچنین وی منصب تدریس در مدرسه صدریه را بر عهده داشت. فانانی که در مورد زندگانی ایشان دست به قلم شدند در توصیف علم و صلاح و ذکاوت وی
و غیرتش در مقابل صفات خداوند جل جلاله از جملات بسیار زیبا و شیوا استفاده می کنند. چهارم، ابن رجب حنبلی. عبدالرحمن زین الدین ابوالفرج ابن احمد ملقب به ابن رجب حنبلی، متوفای سال 795 هجری قمری، که از معروفترین شاگردان علامه ابن قیم جوزی محسوب می شود و دارای تلفات بسیار ارزشمندی می باشد. پنجم، ابن عبدالهادی. محمد شمس الدین ابو عبدالله ابن احمد ابن عبدالهادی ابن قدامه مقدسی حنبلی، حافظ و منتقد مشهور که ابن رجب می گوید. ایشان دارای بیش از 70 تصنیف است که بعضی از آنها از 100 جلد نیز تجاوز می کنند. علامه ابن قیم رحمه الله دارای شاگردان دیگری نیز بود که از جمله آنها می توان علامه ذهبی، نویسنده کتاب های معجم المختص، الکبائر و تاریخ الاسلام را نام برد. کارها و فعالیت های علامه ابن قیم جوزی رحمه الله. فعالیت های ایشان را می توانیم به 4 دسته تقسیم کنیم. اول، امامت در مدرسه جوزیه. دوم، تدریس در مدرسه صدریه و جاهای دیگر. سوم، متصدی شدن امور استفتا. چهارم، تألیف، که ما در مورد هر کدام به جهت مختصر توضیحاتی را خواهیم داد. اول، امامت در مدرسه جوزیه. شاگردش ابن کثیر در مورد وی میگوید او امام مدرسه جوزیه و فرزند قیم آن بود. دوم، تدریس. تدریس نمودن ابن قیم بیانگر وسط علم و بلوغ فکری وی می باشد که بسیاری از بزرگان علما، حفاظ و مشاهیر اسلام مانند حافظ ابن رجب حنبلی و محدث چیره‌دست ذهبی و علامه مفسر و فقیه و محدث حافظ ابن کثیر از وی کسب فیض نمودند. سوم، متصدی شدن امور استفتا. گرچه علامه ابن قیم در عصری میزیست که علوم و معارف اسلامی متجلی شده بود، اما وی از اختلافات مذهبی شعله ور شدن آتش عصبیت و مذهب گرایی اندوهگین بود و رنج می برد. وی خود را از این قیود رهانیده بود و به هنگام پیوستن به شیخ الاسلام ابن تیمیه، آزاد اندیشی را از وی یاد گرفت. ابن قیم مجتهدی بود که در راه حق و برای ریشکن ساختن باطل فتوا می داد و تمامی فتاوایش برای نشر و تایید سنت و برخورد با مردم به وسیله مذهب صحیح الروایه و مورد تأیید شریعت اصیل اسلامی یعنی قرآن و سنت و پیروی از سلف صالح بود. ابن قیم بدور از هر انگیزه دنیوی و یا رسیدن به جا و مقام، بلکه فقط و فقط برای رضای خداوند جل جلاله فتوا می داد و جانش را در این راه وقف نموده بود. بارها و بارها با وسیله فتاوایش روانه زندان شده بود. چهارم، تألیف. ابن قیم رحمه الله دارای تألیفات فراوان است که تعداد آنها از 60 تألیف تجاوز می کند که ما در مورد معروفترین آنها توضیحاتی را خواهیم داد و بعضی را فقط نام خواهیم برد. اول، زاد المعاد فی هدا خیر العباد. زاد المعاد فی هدا خیر العباد کتابی است که علامه ابن قیم رحمه الله آن را در مورد سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اخلاق و ارشادهای وی نوشته است. او در ابتدای این کتاب موضوع بعثت محمدی صلی الله علیه و سلم را به مراتب و انواع وحی را به گونه ذکر می کند که در بقیه کتب سیرت مشاهده نمی شود. اهمیت این کتاب تا جای است که علامه ابوالحسن ندوی رحمه الله آن را بعد از کتاب احیای علوم الدین غزالی بزرگترین کتابی می داند که بین کتاب و سنت الفت بخشیده و در بسیاری موارد حتی از احیای علوم الدین غزالی نیز پیشی گرفته است. دوم، مدارج السالکین. این کتاب شرحی است بر کتاب منازل السائرین نوشته شیخ الاسلام عبدالله انصاری هیروی، یعنی معروف به خواجه عبدالله انصاری، و انصافا کتاب مدارج السالکین بهترین کتابی است که ابن قیم رحمه الله در تهذیب نفوس و اخلاق و آراسته شدن به اخلاق صادقین برشته تحریر درآورده است. سوم، اعلام الموقعین عن رب العالمین. کلمه توقیع در لغت به معنای امضا کردن می باشد و موقع رب العالمین کسی است که حکم خداوندی را امضا و صادر می نماید که منظور مفتیان و فقها می باشند. علامه ابن قیم رحمه الله این کتاب را در مورد آداب فتوا و مفتی با شروط آن برشته تحریر درآورده تا مفتیان را به مقام و منزلت خطیری که در آن واقع شده اند آگاه سازد، لذا آنان را امضا کننده حکم خداوندی می خواند. چهارم، الطرق الحکمیه فی سیاست شرعیه. علامه ابن قیم با نوشتن این کتاب
و با ذکر کردن آرا و نظریات گذشتگان بیان می کند که گذشتگان بر جواز حکم کردن قاضی به وسیله تیزهوشی اش اتفاق داشته، اما در مورد مقدماتی که آنها را به این مقصود می رساند با هم اختلاف داشتند. علامه ابن قیم در این کتاب به بیان انواع تیزهوشی و مثالهای از تیزهوشی گذشتگان و مقدماتی که شخص قاضی از طریق آن می تواند متهم را شناسایی کند می پردازد و همچنین مقدمات تیزهوشی را بیان می کند. از کتب علامه ابن قیم علاوه بر کتاب هایی که ذکر شد می توان به تحفه المودود فی احکام المولود، احکام اهل ذمه، الفروسیه، تهذیب سنن ابی داود و غیره که تعداد آنها از 60 کتاب تجاوز می کند اشاره کرد. ویژگی های تألیفات ابن قیم و مناهج وی در مؤلفاتش. تألیفات ابن قیم از جهت حسن ترتیب و زیبایی تألیف حتی از مؤلفات استادش ابن تیمیه نیز پیشی گرفته و از جانب دیگر به دلیل دارا بودن اسلوب زیبا و عبارات شیرین و دلنشین و تأثیرگذار از مؤلفات دیگر مؤلفین نیز متمیز شدند و شاید این از جانب خود ابن قیم باشد که به جمال بیش از جلال آراسته شده بود. علامه ابن قیم رحمه الله در تألیف کتابهایش از مناهج فراوان استفاده نموده که ما تنها به ذکر چهار منهج بسنده خواهیم کرد. اول، اعتماد بر استدلالهای از قرآن و سنت. دوم، تقدیم اقوال صحابه. سوم، شمولیت. و چهارم، آزاد اندیشی در ترجیح و اختیار اقوال. گرچه علامه ابن قیم رحمه الله حنبلی مذهب بود، اما خود را مقید به مذهب حنابله نمیدید، بلکه هدفش پیروی از دلیل صحیحی از قرآن و سنت بود، گرچه برخلاف قول و نظر مذهبش می باشد. زیرا حق از دیدگاه علامه ابن قیم رحمه الله تنها در یکی از اقوال موجود است، نه در همه، و به همین علت مفتیان را از خطر تقلید و تلاش برای به کرسی نشاندن رأی مذهب خود برحذر می دارد. و هرگاه از وی در مورد مسئله سوال می شد، عقیده و نظر خودش پیرامون آن مسئله را بیان می کرد، گرچه خلاف قول مذهب باشد. و آن دست از مفتیانی را که بر رأی مذهبشان اصرار می کنند، در حالی که می دانند حق در غیر از آن نهفته شده است، خائن به خدا و رسولش و شخص سوال کننده می داند. وفات علامه ابن قیم رحمه الله. علامه ابن قیم جوزیه رحمه الله در پنجشنبه شب 13 رجب سال 751 هجری قمری در حالی که 60 سال داشت رخت از جهان بربست و به سرای جاوید شتافت، اما نام خود را برای ابد در جهان جاوید ساخت و تا روزی که مسلمان زنده است نام ابن قیم همواره در کنار استادش شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و سایر علما جلوه می کند. فردای آن روز بعد از نماز ظهر مسجد جامع اموی دمشق مملو از مشتاقانی بود که آمده بودند بر کسی نماز بگذارند که سالهای عمرش را در راه خدمت به خلق خدا گذرانیده بود. بعد از مسجد اموی در مسجد جراح بر وی نماز گذارده شد. شاگردش ابن کثیر میگوید در تشییع جنازه وی جمعیت انبوهی از جمله قضات و بزرگان و صالحین و عام و خاص شرکت کرده بودند و مردم به سبب شدت ازدحام جسد مبارکش را با مشکلات فراوانی حمل می کردند. وی در دمشق در قبرستان باب الصغیر در کنار پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد. قبرش تا امروز معروف است. انا لله و انا الیه راجعون. و این هم خبرهای هفتگی جهان اسلام است که تقدیمتان می شود. با گزارش خبرگزاری های بین المللی قرآن و حجاب، گروهی از فعالان مسلمان مقیم فرانسه با انتشار فراخوانی عمومی در شبکه های اجتماعی و پایگاه های اینترنتی از بانوان مسلمان و غیر مسلمان در سراسر جهان خواستند تا در دومین دوره روز جهانی حجاب که اول فوریه برگزار خواهد شد شرکت کنند. در بخشی از این فراخوان آمده است: از همه شهروندان مسلمان و غیر مسلمان در سراسر جهان می خواهیم که در این روز با حفظ حجاب و پوشش راه را برای تسامح دینی و گفتگوی بین ادیان و فرهنگ ها باز کنند و از این طریق با رشد اندیشه های افراطی توسط گروه های راستگرا مقابله کنند.
فراخوان اولین مراسم روز جهانی حجاب از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام شد. این فراخوان توسط نظمت خان، زن بنگلادشی ساکن نیویورک صورت گرفت که از زنان مسلمان و غیر مسلمان بیش از 50 کشور جهان خواست در این مراسم شرکت کنند. فراخوان پوشیدن حجاب در روز جهانی حجاب در شبکه‌های اجتماعی به 22 زبان دنیا ترجمه و با استقبال گسترده‌ای از کشورهای مختلف از جمله آلمان، استرالیا، هند، فرانسه و دیگر کشورهای جهان روبرو شده است. یکی از مؤسسات قرآنی مالیزیا اقدام به چاپ و نشر 1,000,000 جلد قرآن کریم همراه با ترجمه به چند زبان زنده دنیا و توزیع آنها در داخل و خارج کشور مالیزیا نموده است. با گزارش خبرگزاری ها، مؤسسه رستو در مالیزیا بر اساس طرح وقف 1,000,000 جلد قرآن کریم اقدام به چاپ و نشر قرآنهای با چند ترجمه به لسانهای دیگر نموده است. در همین راستا عبداللطیف میراسا رئیس این مؤسسه بیان داشت. مؤسسه رستو در گذشته 50,000 جلد قرآن کریم در کمپوچیا و چین توزیع کرده بود و اکنون این نیاز احساس شد که قرآن کریم با ترجمه چند لسانی در کشورهای دیگر نیز توزیع شود و یفزود لسانهایی که برای ترجمه قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفتند کمپوچیایی، تایلندی، مالیزیایی، تامیلی و انگلیسی می باشند. میراسا در پایان خاطر نشان کرد چاپ این قرآن ها با همکاری وزارت داخله مالیزیا صورت گرفته و توزیع قرآن های ترجمه شده در ماه رمضان آینده آغاز خواهد شد. محمد جمال حشمت، یکی از اعضای ارشد اخوان المسلمین مصر، در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر تأکید کرد که آمار و ارقام اعلام شده از سوی دولت موقت مبنی بر میزان شرکت در همه پرسی را قبول ندارد. وی با بیان این آمار و ارقامی که دولت کودتایی درباره میزان مشارکت در همه پرسی پیشنویس قانون اساسی جدید اعلام کرده دروغ است. گفت کودتاچیان میخوان وانمود کنند که از حمایت مردمی برخوردارند، ولی واقعیت امر غیر از این است. محمد جمال اشمت در ادامه خاطر نشان کرد اطلاعات آماری دولت کودتایی کذب محض است، همان گونه که دولت خود را بر اساس کذب و کودتا بنا نهادند. عضو ارشد اخوان المسلمین مصر اظهار داشت ما این دولت را که با ریختن خون هزاران نفر و کودتا بر روی کار آمده قبول نداریم، چه برسد به اینکه مقبولیت و مشروعیت انتخابات آن را بپذیریم. وی در پایان تصریح کرد دولت مردان کودتاچی به گفتن دروغ عادت کردند و ما مردم نیز به شنیدن آن عادت کرده ایم. شبکه تلویزیونی المیادین در گزارشی اعلام کرد عبدالرحمن یوسف القرضاوی، فرزند شیخ علامه یوسف قرضاوی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان، قصد سفر به کشور آمریکا را داشت که نیروهای امنیتی فرودگاه قاهره از این اقدام وی جلوگیری کردند. قرضاوی که نامش در لیست افراد ممنوع الخروج از مصر بود، از اینکه مخالفت نیروهای پلیس نسبت به خروجش را مشاهده کرد بسیار متعجب شد. نیروهای پلیس فرودگاه قاهره پس از این اقدام لوازم سفر عبدالرحمن قرضاوی را از قسمت تفتیش و گمرک خارج و به وی تحویل دادند. پسر قرضاوی پیرامون ترک مصر در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: من برای حضور در همایش‌هایی که قرار بود در آمریکا برگزار شود قصد عزیمت به این کشور را داشتم. وی در ادامه تاکید کرد هنوز دلیل ممنوع خروج بودنم را نمی‌دانم، ولی حتما این موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهم کرد. محفل انس قرآن کریم همزمان با هفته وحدت و در سالروز میلاد پربرکت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مسجد سلطان احمد در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. حافظان و قاریان قرآن کریم در این محفل انس با قرآن به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پرداختند که مورد توجه عاشقان کلام الله مجید و حاضران محفل قرار گرفت. محققان انگلیسی اعلام کردند خطر زوال عقل در مردان میانسالی که سالها مشروبات الکلی مصرف کردند با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد. محققان دانشگاه لندن اعلام کردند تحقیقات درباره 5,000 کارمند انگلیسی طی بیش از یک دهه نشان می‌دهد مردان میانسالی که مشروبات الکلی مصرف کردند با افزایش سن دچار زوال عقل، مشکلاتی در استدلال و حافظه می‌شوند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از لندن، آنها به مردان جوان و میانسال
امثال هشدار دادند که مراقب مصرف چنین نوشیدنی هایی باشند. برنده های عزیز، داشته های برنامه امت در همین جا به پایان رسید. سپاسگزار هستیم از همراهی هر یک شما تا این لحظه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. تهیه شده در تلویزیون نور.